سلام، به خانواده های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز میخواییم رضا قطبی رو بهتون معرفی کنیم. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشین. بیش از هر چیز ممنون که امروز هم به ما سر زدین و از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنین. این کار شما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه که ما در جهت بهتر شدن قدم برداریم. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. بریم با هم این برنامه رو بشنویم. رضا قطبی متولد سال 1318 در تهران، مشهور به مهندس قطبی، استاد ریاضی دانشگاه صنعتی آریامهر، سیاستمدار ایرانی و رئیس تلویزیون ملی ایران از سال 1342 تا شهریور 1357 بود. او فرزند محمد علی قطبی، مهندس ساختمان و مقاطع کار و لوئیس سمسام بختیاری و همچنین پسردایی فرح دیبا همسر محمد رضا شاه پهلوی بود. محمد علی قطبی فرزند شیخ باقرخان امجد و سلطان ابن شیخ اسماعیل، محمد ابن شیخ عبدالوهاب ابن شیخ باقر ابن شیخ جعفر ابن شیخ قطب الدین محمد لاهیجی بود. قطب الدین محمد لاهیجی جد آنان از جمله علما و ریاضیدانان قرن 11 هجری بود. فرح دیبا به دلیل مرگ پدرش سهراب دیبا از کودکی با خانواده قطبی زندگی میکرد. قطبی تحصیلات ابتدایی خودش رو در مدرسه ایتالیایی ها و دوره دبیرستان رو در مدرسه فرانسوی ها گذروند. بعد از اون به کمک بورس خیریه ایزابل تهران به همراه دختر عمش فریبا دیبا جهت ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد. او در رشته مهندسی برق در پلی‌تکنیک پاریس مشغول به تحصیل شد. در دروس ریاضی از استعداد خوبی برخوردار بود. او از دانشجویان ملی گرای عضو حزب پان ایرانیست بود. ولی پس از اینکه فرح پهلوی در سال 1338 با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد و ملکه ایران شد، تحصیلات خودش را به پایان رسوند و به ایران برگشت و به دربار راه پیدا کرد. او ابتدا در دفتر کوچکی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی مشغول به کار شد و طرح‌های مربوط به تأسیس یک تشکیلات بزرگ تلویزیونی را تهیه می‌کرد. تا اینکه به ریاست تشکیلات جدید سازمان تلویزیونی ملی ایران منصوب شد و تا سال 1357 خورشیدی این سمت را بر عهده داشت. او همچنین مدیر عامل سازمان هنر شیراز بود که از سال 1346 عهده‌دار برگزاری جشن هنر شیراز بود. گفته میشه که قطبی و شجاع‌الدین شفا پیشنهاد دهندگان طرح تغییر تقویم کشور از هجری خورشیدی به شاهنشاهی بودند. متن خطابه معروف من صدای انقلاب شما را میشنوم با پس این سخنرانی محمد رضا پهلوی در تلویزیون رو هم او نوشته بود و به همراه دیگر دوستان همچون سید حسین نصر شاه را با اصرار و فشار زیادی راضی به خواندن اون متن کردند. قطبی خودش رو ناسیونالیست می دونست ولی در واقع یک طرفدار چپ بود. در تلویزیون از افراد با سواد و با استعداد استفاده می کرد. او حتی اجازه داد افرادی مانند خسرو گلسرخی و احمد شاملو هم در تلویزیون به فعالیت بپردازند. پخش تصاویر تشییع جنازه غلامرضا تختی از تلویزیون باعث شد تا روابط او مدتی با محمد رضا پهلوی تیره بشه. به خصوص که ساواک هم مرتباً در خصوص او گزارش‌های منفی برای شاه می‌فرستاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قطبی مدتی در تهران مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه فرح پهلوی با پرداخت هزینه کلان راه خروج او را فراهم کرد و پس از مرگ شاه باردی قطبی به حلقه یاران فرح پیوست. او در آمریکا هم به فعالیت‌های مخابراتی اشتغال داشت. با مطرح شدن نام افشین قطبی به عنوان مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس در سال 1386، بسیاری از رسانه‌ها مدعی شدند که او پسر رضا قطبی است.
اما افشین قطبی ماها بعد پیش از نوروز سال 1387 در یک گفتگوی رادیویی این نسبت رو تکذیب کرد. نام اصلی او عبدالرضا قطبی بود و در واقع سیاستمدار و رئیس تلویزیون ملی ایران بین سالهای 1342 تا 1357 شمسی بود. او فرزند محمد علی قطبی و لویی سمسام بختیاری بود. مادر او از نوادگان نجف قلی خان سمسام و سلطنه بختیاری بود. در دوران کودکیش، شوهر عمه‌اش سهراب دیبا فوت کرد و پس از اون فرید دیبا به همراه تنها فرزندش فرح که یک سال از رضا قطبی بزرگتر بود در خانه برادرش زندگی کرد و تحت حمایت مالی او بود. رضا و فرح در کنار هم بزرگ شدند. پس از ازدواج فرح با محمد رضا شاه پهلوی، فرح وضعیت شغلی داییش محمد علی قطبی رو ارتقا بخشید و برای پسر داییش هم مشابه همین اقدام رو انجام داد. قطبی مدتی در دانشگاه صنعتی آریامهر یا شریف کنونی به تدریس ریاضیات مشغول شد. بعد از اون در دفتر کوچکی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی به کار مشغول شد و کارش تهیه طرح‌های مربوط به تأسیس یک تلویزیون ملی بود. او که از مشاوران فرهنگی فرح بود، پس از تأسیس تلویزیون ملی به ریاست تشکیلات جدید سازمان تلویزیون ملی ایران منصوب شد و تا سال 1357 و زمان پیروزی انقلاب در این سمت بود. اواخر سال 1345، فرح پهلوی تصمیم به تأسیس سازمان جشن هنر شیراز گرفت. پس از تصویب طرحش در سال 1346 شمسی، او رضا قطبی رو مدیر عامل این سازمان منصوب کرد. برنامه ریزی برای جشن هنر شیراز که مدت 10 سال در شهریور ماه و در شهر شیراز برگزار می شد بر عهده رضا قطبی بود. قطبی به همراه شفاعالدین شفا، مشاور فرهنگی شاه، طرح تغییر تقویم کشور رو به تقویم شاهنشاهی ارائه کردند. پس از پیروزی انقلاب، قطبی تا مدتی مخفیانه در تهران زندگی می کرد. تا اینکه فرح با پرداخت هزینه‌ای بسیار وسیله فرار او را فراهم کرد و پس از مرگ شاه قطبی بار دیگه به حلقه یاران فرح پیوست. او در حال حاضر در اروپا همراه با فرح در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنه. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.